بسم الله الرحمن الرحیم و الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد خب بعد از مدت نسبتا طولانی که در مباحث و برنامه های ایام فاطمیه بودیم در شهرهای مختلف خب امروز می خواهیم که در آستانه ولادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها همون مباحث فاطمه زهرا سلام الله علیها را ادامه بدهیم. یکی از خصائص و ویژگی‌های فاطمه زهرا سلام الله علیها مقام علمی فاطمه زهرا سلام الله علیها که در این رابطه ما روایات بسیار زیادی داریم احادیثی از اون بیبی بی دو عالم نقل شده است که ما می توانیم از اونها استفاده بکنیم دو چیزی که معیار و محک امتیاز انسان ها از همدیگر هست همون علم و تقوا هست که در آیه تقوا میفرمایند که هیچ کسی بالای هیچ احدی امتیاز ندارد مگر به تقوا و یا در آیه دیگر میفرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اونهایی که دارای علم هستند دانایی هستند با اونهایی که علم ندارند آیا مساوی هستند این سوالات قرآن یعنی سوالات خیلی بدیهی خیلی واضح و روشن یک بچه کوچک پنج ساله هم میگد که نه فرق بین عالم و غیر عالم بین دانا و جاهل زمین تا آسمان تفاوت هست پس دو تا معیار و محکی که انسان می تواند بالاتر از دیگران قرار بگیرد و امتیازی باشد برای اونها همین دو تا هست نه ثروت هست نه مکنت هست نه قوم هست نه بزرگی هست حتی نه سن هست اونها بله یک امتیازات خاصه است ولی امتیازات قرآنی همین دو است تقوا و علم و فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان سیدت نساء العالمین من الاولین و خب باید این دو تا امتیاز را از همه زنان عالم و حتی از خیلی از مردان عالم باید داشته باشد غیر از انبیا و معصومین علیهم السلام درباره مقام علمی فاطمه زهرا سلام الله علیها روایات زیادی هست از جمله این روایتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه بود با فرشتگان هم صحبت بود و اونها صحبت میکرد یعنی این روایت حزمش خیلی مشکل هست اما اگر آیات قرآن را ببینیم آسان میشه وقتی که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و علی محمد، از دنیا رفتن آقا امام علی علیه السلام میفرمایند که با فاطمه زهرا سلام الله علیها ملائک هنوز هم صحبت بودن یعنی وحی به اون نحوه که به اصطلاح وحی قرآنی باشد و وحی که بر انبیا می آید و بر خود پیامبر گرامی اسلام نه اون وحی نبود وحی, وحی شرعی که بگیم در خداوند توسط جبرائیل مثلا بر پیامبر می آمد و برای کلگی نه اینطوری نبود اما با هم صحبت بود با ملائک با فرشتگان و همچنین خود فاطمه زهرا سلام الله علیها خب در خانه علم به دنیا آمد در خانهی که محبت نزول وحی بود محبت نزول قرآن بود و مظهر علم الهی در اون خانه در اونجا به دنیا آمد اونجا پرورش کرد و ازدواج هم کرد با یکی از بهترین و عالمترین انسان بعد از پیامبر گرامی اسلام پس از ابتدای خلقت تا روز آخر با دو تا شخصیت بسیار بزرگوار که یکی پیامبر گرامی اسلام نخستین و بهترین عالم جهان هستی و بعدش حضرت علی علیه السلام که بعد پیامبر قرار میگیرد خب دائما با دا اینها در تماس بود و بعد خودش هم که فرمودن محدثه بود و یکی از القابش عالمه بود خیلی از مردم می آمدن از فاطمه زهرا سلام الله علیها سوالای خود را هم سوال شرعی هم فقهی هم اخلاقی هم اعتقادی از فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام میدادند و فاطمه زهرا سلام الله علیها همه را با دلایل جواب میداد با آیات روایات جواب میداد و محل رجوع سوالات مردم بود پس این معلوم میشه که یک مقام علمی بالایی داشته است آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که یک روز یکی از زنان مدینه آمد در منزل فاطمه زهرا سلام الله علیها و بعد عرض کرد یا بنت رسول الله من یک تعداد سوالاتی دارم که مادرم من را فرستاده مادرم یک مقدار ناتوان شده علیل شده و نمیتواند بیاید ولی یک تعداد سوالاتی را اونها سوال کردن که شما برید از فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال بکنید و جوابش برم بیارید خب حضرت فرمودن بفرمایید به تعبیر ما این خانم شروع کرد به سوال کردن یک سال دو سال سه سال ده سال همینطوری ادامه داد حالا چند ساعت این طول کشید آخر خود همین خانم خجالت کشید بعد گفت دیگه من خیلی مزاحم شما شدم خیلی به تعبیر ما شما را درد سر دادم و خجالت میکشم که بیشتر از این شما را به زحمت بیاندازم یعنی سوالات من هنوز تمام نشده فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن هاتی و سلی باز بیا بازم سوال بکن چرا بعد یک مثال دادن گفتن اگر که شما را به اصطلاح یک کسی اجیر بکنه و بگه این وزنها را به اصطلاح ببر در بالای بام حالا مثال در اون زمان داد که این این مقدار مثال اموال هست این مقدار اجناس هست اینها یک مقدار سنگین هم باشه اینا را بگه ببر بالا در بام بگذار و عوض او صد هزار دینار طلا مزد بدهد در یک روز یک, یک کاری که یک مقدار سنگین هست بر شما بر یک روز بته و عوضش صد هزار دینار طلا بدهد مثلا امروزی اگه بکنیم یک, یک کم کار سنگین تر بر ما بدهد ولی بگه عوضش ما صد هزار دلار بر یک روز شما رو میتونیم آیا این کار سنگین بر شما سنگین پیدا تمام میشه؟ این خانم گفت نه گفت نه یه خب سنگین نیست خب هر چقدر سختم باشه در یک روز صد هزار دلار خیلی پول است دیگه ما هر چقدر سنگین باشه آدم انجام میدهد فاطمه زهرا سلام الله علیه ها فرمود من هر مسئله ای را که پاسخ میدهم بیش از این فاصله بین زمین و عرش گوهر و لؤلو پاداش میگیرند یعنی اینطوری نیست که من همینطوری علکی پاسخ بدم بر هر جوابی که بر تو میدهم هر جواب شاید پنج دقیقه طول بکشه من هزاران برابر از این که فاصله بین زمین و عرش باشد از خداوند متعال اینقدر ثواب میکنه اینها همه بر ما درس است که ما وقتی که اگر یک علمی داریم باید از دیگران دریغ نکنیم محل رجوع دیگران باشد هر کس هر تخصصی که دارد دیگران از سوال می کند خب بعضا بعضی افراد حالا در اینجا شاید باشه در بعضی کشورهایی که ما بودیم خب به خاطر علم خود یک پول میگذاره مثلا میگه من مشاوره میدهم ولی اینقدر پول بده. خب پول بد نیست اما علم را نفت نباید بفروشد. بله. اونم اون طرفم بداند که اگر این آقا درآمد دیگر ندارد، خب به عنوان هدیه نه به عنوان به حساب خرید اون علم به عنوان هدیه یک چیز بدهد. ولی این را معیار قرار ندهد که من یک ساعت بر شما مشاوره میدهم یا یک ساعت درس میدهم در مقابل این این نه. ائمه معصومین علیهم السلام و علما و بزرگان ما سیریش همین بذل علمی بوده و یکی از دساتیری که ما داریم زکات العلم میگه زکات العلم یعنی چیزی که انسان یاد داشت دارد باید به دیگران بدهد یعنی زکات یک چیز واجب هست که اون زکات مال خود را همینطور که به عنوان واجب انسان میدهد زکات علم خود را هم بدهد لذا علما و بزرگان ما همیشه از همون ابتدای طلبگی یعنی یکی که علمای دینی که خیلی پیشرفت میکنن وقتی که بالای منبر میدن خیلی مسلط به آیات و روایات و تاریخ و اینها هستن یک ساعت هم که صحبت بکنن خب صحبت هم علمی هست هم منطقی هست هم کوچکترین خطای در اون خیلی کم اتفاق میفته، و خاطر این است که دائما اینها در حال بزل علمی هستند یعنی علم خود را نمیفروشه مثل بعضی از اساتیدی که میگه خب ما اگر به ساعت این قد پول بدهید ما بر شما درس میتونم اگر ندید نمیده ولو پول دار باشه میگه امیتوری ما علم خود در اختیار کس خواهد ولی علما سیره علمای دینی این بوده که از همون ابتدای طلبگی تا مرجع تقلید مرجع تقلید مثل در اینجا دیگه فوق سپیشالیست است و دو بر هر ده دقیقه خود باید چندصد دلار بگیره ولی شما برید دروازه اونها باز است الان مثلا در نجف تشریف ببرید در قم تشریف ببرید در مشهد که علمای بزرگی که مثلا خودشان چل پینجا سال درس خواندن و از علم اونها کتاب ها مردم می نویسند ولی دروازش باز هست هیچ ورودی نداره مثلا من و شما که الان وارد چهیم مرجع تقلید درس می دهد نمی که شما چرا آمدید خب شما ثبت نام کردی نکردی نه میگه کردی؟ نه؟ بیاد و گوشه بش چیز برداشت میتونی بردار نمیتونی هیچ مسجد های شاید به اندازه 4 5 برابر اینجا بزرگ هست با مایک صحبت میکنه اون علما هر کسی که میره از اونها استفاده میکنه این است سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارزش علم و عالم و بذل علمی و زکات علمی که الله در ادامه این مباحث اهمیت علم و اهمیت بذل علمی و اهمیت جستجوی علمی برای همه حتی برای کودکان و بزرگان را ان الله از سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت به عرض می‌رسانیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین الله <تصفح> <تصفح>